ها نفر در ترکیه با حضور در مقابل کنسولگری و سفارت ایران در استانبول و آنکارا حاضر شدند و علیه سیاست های تهران در سوریه شعار دادند معترضان با خود پلاکاردهایی در محکومیت حضور نیروهای تحت حمایت ایران در سوریه حمل می کردند. مخالفان دولت سوریه تهران را به جلوگیری از خروج غیر نظامیان از شهر حلب متهم کردند به گفته این افراد نیروهای تحت حمایت ایران شرایط جدید و سخیرانه ای را برای خروج امن تحمیل می کنند. همزمان یکی از فرماندهان ارشد ارتش روسیه با بیان این که عملیات آزادسازی حلب پایان یافته گفت که نیروهای دولتی در حال پاکسازی گروههای تندروی باقی مانده هستند که حاضر نشدند از شهر خارج شوند عملیات تخلیه حرب از روز چهارشنبه آغاز شد بر اساس گزارش سازمان ملل متحد حدود ۵ هزار غیر نظامی همچنان در مناطق تحت کنترل مخالفان در شهر باقی ماندند